فصل ششم. در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر می شد، یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند که در تقسیم خوراک روزانه بیوه زنان یونانی زبان از نظر دور می مانند. پس آن 12 رسول کلیه شاگردان را احضار کردند و گفتند: شایسته نیست ما به خاطر رسانیدن قضا به دیگران از اعلام کلام خدا غافل بمانیم. پس ای برادران، از میان خودتان 7 نفر از مردان نیکنام و پر از روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید تا آنان را مأمور انجام این وظیفه بنماییم. و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم کلام خدا خواهیم نمود. این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس و پروخورس و نیکانور و تیمیون و پرمیناس و نیکلاوس را که قبلاً به دین یهود گرویده و اهل انتاکیه بود برگزیدند. این عده به رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر سر آنان گذارده برای آنها دعا کردند. پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به مسیح را پذیرفتند. استیفان پر از فیض و قدرت به انجام معجزات و آیات عظیم در میان قوم یهود پرداخت. تعدادی از اعضای کنیسه‌ای به نام کنیسه آزادگان مرکب از قیروانیان و اسکندریان و همچنین اهالی قلیقیه و استان آسیا پیش آمدند و با استیفان به مباحثه پرداختند. اما استیفان چنان با حکمت و قدرت روح سخن می گفت که آنها نتوانستند در برابرش مقاومت نمایند. بنابراین چند نفر را وادار کردند که بگویند ما شنیده ایم که استیفان نسبت به موسی و خدا سخنان کفرآمیز می گفت و به این ترتیب آنها مردم و مشایخ و ملایان یهود را تحریک کردند و بر استیفان هجوم آوردند و او را دستگیر نموده پیش شورا بردند. و چند نفر شاهد دروغی را آوردند و آنان گفتند این شخص همیشه برخلاف این مکان مقدس و شریعت موسی سخن میگوید، زیرا ما با گوش خود شنیدیم که او میگفت عیسی ناصری این مکان را خراب میکنند و سنت هایی را که موسی به ما سپرده است تغییر خواهد داد. در این هنگام همه اعضای شورا که به استیفان خیره شده بودند دیدند که صورت او مانند صورت یک فرشته می درخشید.